محمود احمدی نژاد توی 6 آبان سال 1335 توی بخش آرادان از توابع گرمسار توی استان سمنان به دنیا. به گفته اون پدرش آهنگر بود و 7 فرزند داشت. محمود احمدی نژاد که 4 فرزند خانواده است، به همراه خانواده توی سن 1 سالگی به تهران اومد و ساکن تهران شد. توی تصاویری که از صفحه آخر شناسنامه محمود احمدی نژاد منتشر شده، توضیحاتی در مورد تغییر نام خانوادگی اون دیده میشه. رابرت، خبرنگار روزنامه گاردین، نوشته که نام خانوادگی قبلی اون صبورچیان بوده. داوود احمدی نژاد، برادر او، هم توی مصاحبه با روزنامه شرق اعلام داشته که نام خانوادگی اونها سباقیان بوده. خود محمود احمدی نژاد هم توی مصاحبه در مقابل سوال اردشیر احمدی درباره نام خانوادگی خودش اظهار کرده که سباقیان نام فامیلی اونها بوده، نه صبورچیان. دلیل انتخاب سباقیان رو هم به خاطر شغل پدر بزرگش عنوان کرده. احمدی نژاد تو سال 1354 برای تحصیل توی مهندسی راه و ساختمان وارد دانشگاه علم و صنعت ایران شد. بعد از انقلاب 1357 اون به عنوان نماینده علم و صنعت توی جلسات انجمنهای اسلامی دانشگاه شرکت میکرد. اون تحصیلات خودش رو توی این دانشگاه تا عقص دکترای مهندسی عمران ادامه داد و تو سال 1368 به عضویت هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در اومد. اون تو دوران دهه 60 فرمانداری ماکو و خوی رو بر عهده داشت. اون تو سال 1372 به عنوان اولین استاندار اردبیل منصوب شد و تا سال 1376 این سمت رو بر عهده داشت. احمدی نژاد تو سال 1379 برای نمایندگی 6th دوره مجلس شورای اسلامی از تهران نامزد شد که پیروز نشد. احمدی نژاد تو سال 1382 به عنوان شهردار تهران برگزیده شد و توی این مقام تو انتخابات 9th ریاست جمهوری ایران شرکت کرد و تو 3 تیر 1384 توی دور دوم از این دوره با کسب 17 میلیون رای و با 26% اختلاف نسبت به رقیب خودش اکبر هاشمی رفسنجانی توی انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. اون تو سال 1388 در پی انتخاباتی مناقشه برانگیز با 24,597,000 رای و 29% اختلاف نسبت به نامزد بعدی میر حسین موسوی پیروز شد و برای دومین بار به ریاست جمهوری رسید. از جمله اقدامات احمدی نژاد توی دوره ریاست جمهوری اجرای طرح تحول اقتصادی بود که طبق اون سوق سهمیه بندی شد و همچنین یارانه سوق، آب، برق و مواد غذایی ترجیحاً حذف و به طور نقدی به مردم پرداخت شد. از دیگه اقدامات اون پروژه مسکن مهر به منظور خونه‌دار کردن خانواده‌های کم درآمد. دو دوره ریاست جمهوری اون روابط با کشورهای در حال توسعه بر کشورهای توسعه یافته اولویت یافت و برنامه هسته‌ای ایران با وجود فشارهای بین‌المللی که منجر به اعمال تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت آمریکا و اروپا علیه ایران شد به پیش برده شد. اون تو انتخابات ریاست جمهوری 1396 و 1400 نامزد شد اما صلاحیتش مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. محمود احمدی نژاد توی روزهای پایانی دولت دهم مجوز تأسیس 1 دانشگاه بین‌المللی را از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفت. احمدی نژاد هنگام تحویل نهاد ریاست جمهوری به روحانی اعلام کرد بعد از اتمام دولت دهم توی دانشگاه خود به فعالیت خواهد پرداخت. هرچند بر طبق اظهارات اولیه نام دانشگاه دانشگاه جامعه بین‌المللی ایرانیان عنوان شده بود، اما کامران دانشجو اعلام کرد دانشگاه جامعه بین‌المللی احمدی نژاد چنین عنوانی ندارد. روزنامه بهار توی گزارشی نوشت 16 میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری توی روز آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به حساب دانشگاه ایرانیان واریز شده. شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت جدید بعد از روی کار اومدن با فعالیت این دانشگاه مخالفت کردند. احمدی نژاد توی 13 مرداد 1392 توسط حکم رهبر ایران به عنوان یک شخص حقیقی به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. اون جانشین حسن روحانی شد که به عنوان 11th رئیس جمهور ایران از طرف مردم انتخاب شد.
احمدی نژاد توی دوران ریاست جمهوریش بیشترین غیبت رو توی جلسات مجمع به اسم خودش ثبت کرده و انتقادات متفاوتی رو نسبت به اعضای اون مطرح کرده. نظر شما راجع به اون 16 میلیارد تومانی که به گفته روزنامه بهار به حساب دانشگاه ایرانیان واریز شده چیه؟